به نام خاک پاک ایران عرض ادب و احترام خدمت یکایی که شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی می کنید مهران کمالپور هستم با یک راه شبی دیگر با کتاب در دام حادثه در دهم ده بهمن ماه 2579 شاهنشاهی در پیشگاه یکایی که شما همیهنان عزیزم خواهم بود کتاب در دام حادثه گفتگویی هست با جناب پرویز ثابتی مدیر کل اداره سوم ساواک امنیت داخلی در زمان شاهنشاه آریامهر این کتاب بسیار بسیار مفید و ارزنده است و امیدوارم که مورد توجه شما ایزان قرار بگیره بدون وقفه بریم سراغ کتاب در دامگه حادثه بخش نخوست. یاد داشته پرویز ثابتی قبل از آغاز هر گونه گفتگویی علاق مندم نکاتی را یادآور شوم که ممکن است در جریان گفتگو فرصت مناسب برای بیان این نکات دست ندهد. به عقیده من رضاشاه و محمد رضاشاه هر یک در برهی زمانی مشخص خود بهترین و برجسته ترین شخصیتهایی بودند که در صحنه سیاسی ایران درخشیده و صادقانه به میهن خود خدمت کردند و بی تردید پادشاهانی بطن پرست بودند که منتهای سعی و کوشش خود را برای پیشرفت و ترقی کشور و اعتلاع مقام و موقعیت ایران در جهان و دفاع در مقابل منافع و مطامع بیگانگان به کار بردند. یادآوری یکایی که خدمات آنها را در اینجا ضروری نمیدانم و خوشبختانه اکثریت مردم ایران با پرداخت بهای سنگینی اکنون به میزان زیادی به این واقعیتها پی بردند. و همچنین تردیدی در این نیست که هر دو پادشاه در طول مدت زمامداری خود اشتباهاتی را نیز مرتکب شده اند که در ارتباط با رضاشاه منتهی به حمله نظامی قدرتهای بزرگ خارجی به ایران و برکناری او و در مورد محمد رضاشاه هم منجر به برقراری رژیم جمهوری اسلامی در ایران و فجایع و ضایعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن شده است. دولت استعماری انگلیس ممکن است برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود در ایران در زمانی که رژیم کمونیستی در روسیه برقرار شده و پادشاهان قاجار عدم لیاقت خود را در اداره کشور نشان دادهاند از روی کارآمدن رضاشاه به عنوان یک مرد مقتدر نظامی حمایت کرده باشد ولی شواهد تاریخی ثابت کرده است که رضاشاه از ابتدا فردی مستقل و میهن پرست بوده که منافع کشور خود را بر مطامع بیگانگان ترجیح میداده و قطع نفوذ آنها را در کشور مد نظر داشته و هنگامی که دریافته آنها صد راه و مخالف سیاست های او برای پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور می باشند به تشخیص صحیح یا غلط خود به توسعه روابط اقتصادی وسیع با کشور آلمان به رهبری هیتلر روی آورده که در زمان بسیار کوتاهی نتایج گرانبهایی از نظر توسعه صنعتی و اقتصادی برای کشور در بر داشته و همین توسعه روابط بهانه حمله نظامی متفقین به ایران و خسارات ناشی از آن شده است البته علاقه به مالندوزی از نقاط ضعف او بود که این امر از ارزش خدمات گرانبهای او به کشور نمیکاهد محمد رضا شاه هم ذاتا فردی وطن پرست و دموکرات بوده که در دوازده سال اول سلطنت خود کوشیده است موازین قانون اساسی و اصول دموکراسی را رعایت و سلطنت کند نه حکومت و در نتیجه حتی پس از خروج قوای بیگانه از کشور نیز اجازه داده است نمایندگان مجلس با انتخابات نسبتا آزادتری برگزیده شوند و تعیین نخست وزیر با رأی تمایل و نظر مجلس شورای ملی صورت گیرد ولی تجربه مصدق سبب شده است که او به این نتیجه برسد اگر دخالتی در اداره امور نداشته باشد سیاستمداران جاه طلب یا عوام فریب می توانند موجبات برکناری او را فراهم کنند و دریافته است که مردم ایران مانند کشورهای سلطنتی اروپا فکر نمی کنند که وجود رژیم پادشاهی و یا پادشاه را سمبولیک و برای ثبات سیاسی کشور لازم بدانند و خواهند گفت اگر شاه نقشی در اداره امور کشور ندارد چرا باید در مقام خود بماند و خزانه کشور هزینه او را بپذیرد با پرهیز از بحث پایان ناپذیر درباره واقعی 28 مرداد 1332 این نکته کاملا روشن است که شاه پس از تجربه مصدق بود که تصمیم گرفت در اداره امور کشور دخالت داشته باشد و این دخالتهای او در زمینه هایی به نفع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور و در مواردی نیز به زیان آن بوده است. اما اگر فاجعه خسارات و زیانی که کشور با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی با آن مواجه شد را پای اشتباه های شاه به حساب نیاوریم در مجموع کارنامه محمد رضا شاه در مدت 37 سال سلطنتی که داشته است به خصوص در 15 سال آخر مثبت بوده اند که در اینجا به آن نیز نخواهیم پرداخت من به مدت کوتاهی شاید پس از سه ماه پس از آغاز خدمتم در سازمان اطلاعات و امنیت کشور یعنی ساواک به علت ارائه گزارش های تحلیلی راجب به مسائل سیاسی جاری کشور و ریاست بخش بررسی های سیاسی در امور امنیت داخلی منصوب شدم. در این سمت در تجزیه و تحلیل مسائل از همان ابتدا خواستم به رده های بالاتر در ساواک و کشور و شخص پادشاه این نکته را توجه دهم ده که تأمین امنیت کشور تنها از طریق سرکوب و مبارزه با سازمانها و گروه های مخالف و برانداز امکان پذیر نیست در یکی از گزارش های اساسی نوشته بودم فقر، فساد و بیعدالتی موجب عدم رضایت و رویگردانی و توسل به اقدامهای ضد امنیتی می شود سرکوب این اقدامات نیز آثار و عوارضی به جای گذارده و عکس عملهای جدیدی را سبب می شود و این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت تا اینکه سرچشمه آنچه موجب رویگردانی مردم از رژیم می شود به حد اقل برسد. بنابراین ساواک نه تنها باید با مخالفین رژیم مبارزه کند بلکه باید برای جلوگیری از عواملی که سبب می شود مخالفین از آن استفاده کنند نیز تلاش ها و اقدامات لازم را به عمل آورد در طول دوران خدمتم در ساواک در هر فرصتی برای مبارزه با عوامل فساد استفاده کرده و گزارش های مستند ارائه ام. که چندین بار برای تهیه این گزارشها مورد معاخزه و بازخواست قرار گرفتم تا آنجا که در سال 1350 اسدالله علم وزیر دربار و سفه بود ایادی و امیر هوشنگ دولو از نزدیکان شاه به علت اتهاماتی که من به آنها وارد میکردم، علیه من به شاه شکایت بردند و من از طرف شاه تهدید به محاکمه نظامی شدند. و دلیل اینکه شاه مثلا گزارش تحلیلی مرا در آذر 1355 نپذیرفت، این بود که او تصمیم گرفته بود با دولت جدید آمریکا به جای تقابل تعامل کرده و درگیری ایجاد نکند چون همانطوری که در های داخل کتاب به آن اشاره خواهم کرد او داشتن روابط صمیمانه با آمریکا را در جهت منافع استراتژیک ایران میدانست و تصور میکرد این بار هم مانند زمان روی کار آمدن کندی میتواند با نرمش و مانورهای سیاسی روابط عادی را حفظ کند شاید اگر تحلیل مرا میپذیرفت باید در مقابل رئیس جمهور جدید آمریکا می میکرد من خاطرات خود را نوشتم که شامل دو بخش اساسی است بخشی از آن درباره مبارزه با کمونیسم تروریسم و مخالفین رژیم و بخش دیگر هم درباره مبارزه با فساد تبعیض و بیعدالتی است که در این بخش درباره هر یک از عوامل فساد در رده های بالای کشور با ذکر نام و جزئیات بحث کردم به این دلیل هم تا کنون خاطراتم را منتشر نکردم که انتشار آن مورد سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی و مخالفین رژیم سابق قرار نگیرد. گرچه فساد کسانی که من با آنها مبارزه کرده و از آنها نام بردم ممکن است در مقابل فسادی که پس از انقلاب سران و کارگردانان مشهور رژیم جمهوری اسلامی به آن آلوده شدهاند کم اهمیت باشد و فساد افرادی نظیر اعلم عیادی و دولو در مقایسه با فساد رفسنجانی توسی، خامنهای سران سپاه پاسداران و بنیاد شهید و یا دیگر بنیادها مهم تلقی نشود و معادل یک در پنجاه باشد. محازا یقین دارم رژیم جمهوری اسلامی خاطرات مرا درباره آنچه علیه ادعی از مقامات رژیم سابق است سند تلقی و از آن سو استفاده خواهد کرد. لذا انتشار کل خاطراتم را برای زمان مناسب دیگری میگذارم و در اینجا فقط به سوالات شما پاسخ می دهم. پرویز ثابتی 26 مهر 1389 مقدمه پروفسور نادر انتصار در دو دهه آخر دوران سلطنت پهلوی در ایران پرویز ثابتی شاید در میان افکار عمومی جامعه ایرانی به یکی از قدرتمندترین و یا حتی ترسناکترین چهره ها شهرت یافته بود. در طی این مدت از ثابتی به عنوان یک مقام امنیتی بالا مرتبه اشاره می شد و به همین عنوان هم بارها در تلویزیون ظاهر شد و خود را شناسانید و به توجیه سیاست های مختلف شاه در دستگیری و مقابله با مخالفان سلطنت پهلوی پرداخت. رفتار آرام و تحلیلگرانه یک نواخت ثابتی و توضیحات او به دروغ موجب شهرت ثابتی به عنوان یکی از مقامات ترسناک و مخوف ساواک شد در حالی که او صرفا با حافظه ستودنیش به بررسی جوانب امر سازمان مطبوعش می پرداخت. ثابتی در خانواده‌ای متوسط و مشهور به دیانت بهایی رشد یافت. اگرچه ثابتی همواره در تلاش است تا این نکته را کمرنگ و بی اهمیت جلوه دهد اما وابستگی مذهبی خانواده او به نقطه مشاجره و بحثنگیز در طول خدمت او تبدیل شد و حتی پس از تصرف ساواک نیز در بسیاری از نوشته های منتقدان همچنان باقی است اما در این مناظره او خود را فراتر از مذهب و ادیان می‌بیند ثابتی پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان با حضور در دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد اما به جای پیوستن به قوه قضاییه و یا اشتغال در کار قضاوت پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران به سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیوست که معاون ساواک علویکیا معتقد است که در آغاز فعالیت ساواک هدف جذب جوانان تحصیل کرده و باسواد بود که بتوانند در ساختار امنیتی کشور مفید واقع شوند ثابتی با رشدی سریع و درخشان به زودی سلسله مراتب ساواک را پیمود و به یکی از بانفوسترین ترین شخصیت ساواک مبدل شد و تا مدیریت امنیت داخلی ساواک پیش رفت. که البته حسین فردوست در کتاب منتصب به او او را شخصی جاه طلب و بلند پرواز نامیده است اما برخی منتقدان بر این باورند که اگر شاه به جای نسیری او را بر ریاست ساواک انتخاب میکرد، شاید نقطه بازگشتی وجود می داشت اما یکی از مقامات امنیتی جوان بودن ثابتی و نیز زبان سریح و نگاه اقلایی او را مانع رسیدنش به آن مقام می داند. در طول دوران تصدی خود در ساواک ثابتی به طور پیوسته گزارش هایی را برای شاه نوشت که شاید دو گزارش او قابل توجه است که حتی موجبات خشم شاه را نیز فراهم کرد. اولین گزارش مربوط به آذر 1355 برابر با نوامبر 1976 پس از انتخاب جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا قبل از جلوس او در کاخ سفید است که ثابتی در طی گزارشی به شاه هشدار می‌دهد با توجه به اظهارات کارتر در جریان مبارزات انتخاباتی علیه رژیم شاه و امیدوار شدن مخالفین به حمایت آمریکا از آنها سناریوی زمان انتخاب جان اف کندی در آمریکا در شرف تکرار شدن است و با ذکر دلایلی مدعی می شود اگر مخالفین به این نتیجه برسند که شاه تحت فشار قرار دارد و دستش زیر ساتور است حوادثی ایجاد خواهند کرد که نهایتا به سقوط رژیم منجر شود اما شاه این گزارش را بیپایه خوانده و آن را ناشی از منفی بافی ها و برداشتهای های ثابتی از اوضاع تلقی و مردود دانسته است پس از آغاز بحران در سال 1356 برابر با 1977 ثابتی راه حل‌های متعددی برای کنترل اوزا پیشنهاد می کند که شاه نمی پذیرد. تا اینکه در یک گزارش اساسی در اواخر مرداد 1357 برابر با 1978 که متدرجن شواهد بیشتری به دست می آید که شرکت نفتی و مقامات دولت های آمریکا و انگلیس از مخالفین حمایت می کنند ثابتی به شاه این موارد را پیشنهاد می کند. اعلام حکومت نظامی انحلال مجلسین اخراج خبرنگاران خارجی به ویژه خبرنگاران بی بی سی از ایران و بستن هر دو سفارت آمریکا و بریتانیا در تهران و برخورد قاطع با روحانیت و دستگیری 1500 نفر از فعالان سیاسی زیرا ثابتی به این نتیجه رسیده بود که بدون در نظر گرفتن اقدامات شدید سلطنت پهلوی و شاید دوران 2500 ساله شاهنشاهی در ایران سقوط می کند. شاه توصیه های ثابتی را نمی پذیرد و ثابتی چند ماه بعد که ناصر مقدم بر کرسی ریاست ساواک تکه زده بود ایران را ترک می هرچند شایعات زیادی منتشر شدند مبنی بر اینکه ثابتی به اسرائیل پناهنده شده و یا در موساد به کار گرفته شده است اما اکنون مشخص می شود که او در دوران خدمت در ساواک برای اجلاس سگانه ایران و ترکیه و اسرائیل به آن کشور سفر کرده است و حتی به نظر می رسد که او موافق ساختن کشوری برای فلسطینی ها بوده است در واقع ثابتی خودش بیان می کند که هیچ آموزشی توسط موساد در اسرائیل و یا سازمان سیا در طول دوران خدمتش در سواک هرگز ندیده و پس از خروج از کشور نیز به اسرائیل نرفته است. صرف نظر از دیدگاه های منحصر به فرد ثابتی در تحلیل وضعیت امنیتی ایران شکی نیست که او یکی از دقیقترین و آگاه ترین ناظران سیاسی ایران در طول سلطنت محمد رضا شاه پهلوی بوده است که بسیاری از تحولات داخلی ایران را شاهد بوده است که شاید هرگز درباره آنها روایتی را ندیده و نخوانده ایم و یا اگر منتشر شده است در لابلای هزاران سند مدفون است موقعیت استثنایی شغلی، ارتباط سیاسی گسترده و دانش دست اول ثابتی از پشت پرده سیاسی رژیم پهلوی چه روش و چه استراتژی و برنامه برای او زمینه انباشت و متراکم کردن اطلاعات قابل توجهی در مورد وضعیت سیاست داخلی و خارجی از دوران سلطنت شاه را فراهم کرده است. از عواست دهه 1350 تا به امروز آغاز دهه 1390 به مدت چهل سال ثابتی از دید و افکار عموم به دور ماند و کنج خلوت گزید با قرار گرفتن در مختصات یک زندگی در تبعید و مشخصات ویژه آن در اینجا شاید نکته ضروری ادای احترام به تلاش پیگیر و عزم مداوم عرفان قانعی فرد باشد که او قادر به انجام مصاحبهای مبسود با ثابتی شد ثمره جدل و مناظره آن دو نیز این کتاب بسیار خواندنی و دارای روایات اصلی است و سؤالات لایه لایه و موشکافانه داخل کتاب نیز واضح و منعکس کننده درک کامل قانعی فرد از تاریخ معاصر ایران است که البته گفتگوهایی با چهره شاخص ساواک علی اکبر فرازیان، ایسا پیجوان، حسن علویکیا، منوچهر هاشمی، جمشید امانی، پاشایی و غیره داشته است که آنها هم در جای خود بسیار خواندنی و جالب توجه است. آخرالام خواندن این کتاب برای تیپ های مختلف محققان و دانشجویان تاریخ و سیاست ضروری است. نادر انتصار دانشگاه آلابامای جنوبی پرسش در یکی از سندهای آرشیو مرکز اسناد انگلستان دیدم که شما را فردی ناسیونالیست یا ملیگرا و طرفدار ملی شدن صنعت نفت معرفی می کنند. پاسخ بله صحیح است. من شاید تا سی تیر 1331 طرفدار مصدق بودم. آن وقت من دانش آموز کلاس نهم بودم اما سالهای بعد از آن موضع برگشتم. آن موقع خود شاه هم طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود. پرسش بعد از اینکه شما از طرفداری مصدق و پشیمان شدید بیشتر گرایش به قوام و پیدا کردید پاسخ در ماهای قبل از 3 تیر 1331 دیگر احمد قوام در صحنه حضور نداشت و بعد از 3 تیر هم دیگر قوام مطرح نبود. پرسش الان چه؟ محمد مصدق یا احمد قوام؟ برخی از منتقدان و حتی مورخان احترام خاصی را که برای سیاست قوام و سلطنه دارند برای مصدق سلطنه قائل نیستند و او را بیشتر یک عوام فریب می‌شناسند. و طرفداران متعصب او را هم به هوچیگری متهم می کنند. پاسخ برخلاف ادعاهای طرفداران مصدق من او را دیکتاتوری عوام فریب می دانم. او حقوق خوانده و مدعی احترام به قانون اساسی و تفکیک قوا بود. در آنجا که این اصول با خواستهای او تطابق نداشت آنها را نادیده می گرفت. پرسش دوران دبیرستان شما در تهران همزمان با ایام صدارت مصدق السلطنه بود. چه چی چیزی را به یاد دارید؟ پاسخ محمد مصدق نخست در اردیبهشت سال 1330 نخست وزیر شد و پس از استعفا در تیر 1331 بار دیگر پس از حوادث سی تیر مجددا به صدارت بازگشت. در آن ایام من دانش آموز مدرسه فیروز بهرام بودم. پسران نخوص وزیر سپه بود حاج علی رزمارا هم در مدرسه ما بودند و آن روز زمستانی 16 اسفند 1329 خبر دادند که در مسجد شاه نخوص وزیر کشته شده. آمدند و هر دو پسر رزمارا را سوار ماشین کردند و بردند. این ترور البته به دست فدایان اسلام صورت گرفته بود همانطوری که عبدالحسین حجیر را در آبان 1328 ترور کرده بودند و یا افرادی مانند احمد کسروی را بعد از ترور رزمارا در اسفند 1329 حکومت موقت حسین اعلی سر کار آمد و بعد از استعفای او محمد مصدق به نخست وزیری منصوب شد در آن موقع یعنی سال 1330 اغلب کسانی که طرفدار شاه بودند با مصدق مخالفتی نداشتند و حتی خود محمد رضا شاه هم در آن زمان مخالف مصدق نبود شاید هم از ملی شدن صنعت نفت حمایت می کرد و من هم به تب طرفدار بودم شما هم از مصدق سلطنه خوشتان می پاسخ من از مزفر بقایی بیشتر از مصدق خوشم می آمد. سخنران ماهری بود و در گروه جبهه ملی بیشتر سمپاتی به بقایی داشتم تا مصدق. مدرسه ما یعنی فیروز بهرام در خیابان نادری واقع بود و تمام تشنجات هم در این منطقه بود. هر وقت یک شلوغی به وجود می آمد و یا تودهی ها تظاهرات می کردند مغازه های اطراف کرکرا را پایین می کشیدن. مدرسه ما هم مدرسه زرتشتی ها بود و فرزندان بسیاری از بهایی ها ها و دیگر اقلیت های کلیمی و ارمنی در آنجا مشغول تحصیل بودند. در دبیرستان البرز هم ادهی از فرزندان رجال و مقامات مقامات محصل بودند و می گفت که این دو مدرسه از مدارس معروف تهران بودند در فیروز زیاد هم تشنج وجود نداشت البته توده هم داشتیم اما نه به تعداد زیاد حتی معلم توده هم داشتیم مانند هوشنگ منتصری که معلم ما بود و توده بود ما در آن زمان یعنی تا هنگامی که مصدق و شاه روبروی هم قرار نگرفته بودند مشکل خاصی با مصدق نداشتیم تا نوم اسفند ماه سال 1331 که مصدق میخواست که شاه را از مملکت بیرون کند آن روز قرار شد مردم به جلوی کاخ بروند و نگذارند که شاه از ایران برود سلطنت طلب ها گفتند که ما هم برویم و در این تظاهرات مشارکت کنیم البته من نرفتم اما مدرسه تعطیل شد و خیلی ها جلوی کاخ شاه رفتند که نگذارند شاه از مملکت برود به هر حال مردم موفق شدند و شاه را از رفتن منصرف کردند بعد مبارزه علنی شاه و مصدق شروع شد پرسش اگر نگاهی کوتاه به کارنامه سیاسی مصدق السلطنه داشته باشید چه خواهید گفت پاسو. محمد مصدق خواهرزاده فرمانفرما از شاهزادگان قاجار قبل از کودتای رضاشاه کبیر بنا به توصیه سرکنسول انگلیس در شیراز به سمت والی فارس منصوب می شود طبق اسناد منتشر شده دولت انگلیس از ناامنی های منطقه فارس که در آن زمان از بندر عباد و بندر بوشهر تا سواحل خوزستان را شامل می شده نگران بوده و به همین جهت به دولت ایران فشار می آورده که مصدق را که جوانی کاردانه است به این سمت منصوب کند این اسناد حتی در زمان حیات مصدق انتشار یافته و هیچگاه هم مورد تکذیب قرار نگرفته است و حتی مورد تایید او نیز قرار گرفته است طبق اسنادی که در کتاب محمود کتیرایی درباره فرماسونری در ایران به چاپ رسیده مصدق عضویت سازمان فرماسونری را پذیرفته بود و عکس درخواست عضویت وی در این کتاب به چاپ رسیده است و این کتاب قبل از فوت دکتر مصدق در ایران منتشر شده است و حضرت محمد رضا شاه هم در کتاب معموریت برای وطن هم نوشتن که بعد از شهریور 1320 و قبل از اینکه مصدق در سال 1330 به نخست وزیری منصوب شود دو بار به مصدق پیشنهاد نخست وزیری نمودند و هر دو بار مصدق گفته است اگر دولت انگلیس با نخست وزیری او موافقت کند او حاضر به قبول این سمت است در یکی از این دو مورد که در سال 1323 بوده است و مصدق در آن زمان عضویت مجلس شورای ملی را داشته است مصدق علاوه بر شرط موافقت دولت انگلیس شرط دیگری را نیز به قبول نخست خود افزوده است و آن اینکه در صورت کنارگیری از نخست وزیری بتواند دوباره به عنوان نماینده به مجلس بازگردد که این امر برخلاف قانون اساسی بوده است و در همین باره هم داستانی در گاهنامه شاهنشاهی گزارش شده است در 18 آبان 1323 برابر با 9 نوامبر 1944 محمد ساعد نخست وزیر در کاخ سلطنتی به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شد و استفای دولت را تقدیم داشت. شاهنشاه تبا تبایی رئیس مجلس شورای ملی را احضار فرمودند و نظر مجلس را نسبت به نخست وزیر آینده خواستار شدند در روز 23 آبان تبا تبایی به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شد و تمایل مجلس را نسبت به نخست وزیری مصدق بدون قبول شروط بدون قبول شروط پیشنهادی او به عرض رسانید و استدعا نمود که در مورد بازگشت او به مجلس در صورت کنارگیری از نخست وزیری اتخاذ تصمیم فرمایند شاهنشاه نامه مصدق را برای طرح در مجلس شورای ملی به رئیس مجلس مرحمت فرمودند روز 24 آبان ماه 1323 برابر با 15 نوامبر 1944 جلسه خصوصی شورای ملی تشکیل شد و تباتبایی رئیس مجلس ضمن اشاره به فرمایشات شاهنشاه در مورد لزوم رفع بحران مجلس و جلوگیری از بلا تکلیفی نامه مصدق را قرائت کرد پس از بس پیرامون آن مجلس با شرایط مصدق که مقایر با ماده 32 قانون اساسی بود مخالفت کرد جای تعجب است که مصدق به عنوان فردی تحصیل کرده و حقوقدان چگونه می توانسته برخلاف نص سریح قانون اساسی اصولاً چون این پیشنهادی را مطرح کند طرح مسئله انتصاب مصدق به حکومت فارس به توصیه سرکنسول انگلیس عضویت او در لوژهای فرماسونری یا قبول نخست وزیری مشروط به موافقت دولت انگلیس به این منظور نیست که ادعا شود مصدق عامل بیگانه است عامل بیگانه بوده است در میهن پرستی مصدق تردید نباید کرد اما مسئله این است که طرفداران مصدق هنوز هم به حمایت اولیه دولت انگلیس از رضاشاه کبیر تا رسیدن او به قدرت دائما سخن میگویند ولی ایستادگی او را در مقابل منافع دولت انگلیس و به نفع کشور خود در تمام مدت سلطنت نادیده میگیرند. پرسش به مسئله نفت و جبهه ملی هم اشاره بفرمایید. پاسخ در تیر ماه سال 1328 گلشاییان وزیر دارایی وقت در کابینه ساعد قرارداد الحاقی ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را به مجلس شورای ملی دوره 15 تقدیم می کند. این قرارداد با مخالفت تعدادی از نمایندگان که در رأس آنها دکتر مزفر بقایی، حسین مکی و ابوالحسن حائری قرار داشتند مواجه می شود. این گروه در خارج مجلس نیز با دکتر مصدق که در این زمان عضو مجلس نبوده است، همکاری و همفکری داشتند. این سه نماینده تا روزهای آخر مجلس بدون انقطاع علیه لایحه در مجلس صحبت می کنند تا دوره قانونگذاری مجلس خاتمه می و لایحه به رأی گذارده نمی شود این هسته در مجلس و گروه دیگری از شخصیتهای سیاسی و مذهبی نظیر آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در خارج از مجلس در واقع پایگذار اولیه جبهه ملی می شوند. در 21 مهر ماه 1328 انتخابات دوره 16 هم به وسیله دولت آغاز می شود. سران جبهه ملی ادعا می کنند که دولت قصد دارد در انتخابات مداخله کند و مانع از انتخاب مخالفین به مجلس شود. حدود 20 نفر از سران مخالفین که در این زمان مصدق در رأس آنها قرار داشته به عنوان اعتراض به جریان کار انتخابات به کاخ سلطنتی رفته و مصدق ضمن تقدیم نامه اعتراضی از شاهنشاه اجازه میخواهد در دربار شاهنشاهی متحسن شوند روز 23 مهر مصدق و 19 نفر بقیه که برخی از آنها کاندیدای نمایندگی و برخی مدیران جراید بودند ضمن تحسن در دربار شاهنشاهی مبادرت به اعتساب قضا می نمایند شاهنشاه دستوراتی به دولت برای تأمین آزادی انتخابات صادر می کند و روز 26 مهر ماه متحسنین پس از چهار روز به تحسن خود خاتمه می دهند انتخابات دوره 16 هم, هم برگزار می شود و بسیاری از کاندیداهای های سرشناس جبهه ملی به مجلس راه می آبند. به این ترتیب مجلس دوره شانزدهم به صحنه سیاسی برخورد عقاید مختلف راجع به قرارداد جدید نفت تبدیل می شود. در فروردین 1329 ساعد از نخست وزیری کنارگیری و علی منصور به این سمت برگزیده می شود ولی در تیر ماه همان سال منصور نیز استعفا و سپه بود رزمارا رئیس وقت ستاد ارتش نخست وزیر می شود. لایحه نفت هنوز در مجلس مطرح است و مخالفین ضمن مخالفت با لایحه مسئله ملی شدن صنعت نفت و لغو قرارداد نفت ایران و انگلیس را عنوان می نمایند. رزمارا نخست وزیر که طرفدار تصویب لایحه قرارداد الحاقی با شرکت نفت بود با نمایندگان مخالف شدید با نمایندگان مخالف شدیداً برخورد و مشاجره داشته است تا اینکه روز 16 اسفند 1329 به وسیله خلیل طهماسبی عضو جمعیت فداییان اسلام و از طرفداران آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در مسجد شاه تهران به قتل میرسد یک روز پس از ترور رزمارا در روز هفدهم اسفند ماه پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت مورد قبول کمیسیون مخصوص نفت قرار گرفته و روز 24 اسفند ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور به اتفاق آرا از تصویب مجلس شورای ملی و روز 29 اسفند به اتفاق آرا از تصویب مجلس سنا می گذارد. روز 22 اسفند حسین اعلی بنا به تمایل مجلس به نخست وزیری انتخاب می شود ولی چون هنوز درباره نحوه اجرای قانون ملی شدن نفت و اختلاف نظرهای وجود داشته بنا به پیشنهاد جمال امامی نماینده وقت مجلس و تمایل مجلس اعلی حضرت در تاریخ 7 اردیبهشت 1330 مصدق را مأمور تشکیل دولت جدید می کنند و دولت مصدق برای اجرای ملی شدن نفت زمام امور را به دست می گیرد. شاهنشاه در تمام این مدت از ملی شدن نفت و از دولت مصدق حمایت می کنند و این حمایت تا هنگامی که مصدق بر اثر لجاجت و ندانم کاری همه راه های, حل مسئله نفر را به بنبست میکشاند ادامه داشت در اینجا بر آن نیستم که حوادث دوره 28 ماهه صدارت دکتر مصدق را که تجاوز به قانون اساسی به کرات در آن اتفاق افتاده است به تفصیل بررسی کنیم و فقط به چند مورد از تجاوزات آشکار او و دولتش به موازین قانون و عدالت و حقوق بشر و جدایی قوای سگانه اشاره خواهیم کرد. خب عزیزان به پایان بخش نخست کتاب در دامگه حادثه رسیدیم سپاس از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید همیانان عزیز ازتون سپاسگزاری میکنم اگر با لایک برنامه و انتشار اون از ما و قصه راه شب حمایت کنید بهترین ها را از صمیم قلبم برای یکایی که شما آرزو میکنم پاینده ایران و ایرانی برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان تا جان در تن من است تا خون در رگ من است تا ابد جاوید چا جا. تنها کلام من است و ایران تنها سرای من است تا راه شبی دیگر بدرود